پنجمی فوریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد اشتراک در جشن صدا به ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت تشریف آوردند. با فروغ مهر بخشا پیشوای معتبر بر سعادتگاه این جنت مکان شاد آمده. سی بهاری سبزی استقلال شد آغاز نیک یافت اقبالی دیگر این بستان شاد آمده شد منور ایدگاهی جشن زیبای صده بر فروزان آتش گرمی زمان شاد آمده خوش آمده پیشوای معظم ملت به جشن صده سلامت باشید شما دارم مبارک باشید پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب که مکان اساسی تنتنه‌های جشنی به افتخار تجلیل عید باستانی انتخاب شده بود ساکنان ولایت با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند به تاکید سرور دولت صدا از زمره جشن‌های ملی ما بوده اساسا به کشاورزان رب دارد زیرا مرد دهقان با تجلیل این عید نیاگان به کشت و کار بهاری آمادگی می‌بیند و 6 سال است که در سراسر کشور برگزار کرده می شود. صدا با فضیلت های نیکش از نزدیک آمدن فصل بهار و فرورسی نوروز مژده می رساند. در تنتنه های ایدانه اهل زحمت ولایت سوخت اشتراک کرده دستاورد مهنتی و محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشتند. اشتراک وسیع ساکنان در جشن صدا گواهی از ارجگذاری مردم نسبت به عید باستانی می باشد. این عید که در عهد قدیم مخصوصا زمان سامانیان با شکوه و شهامت خاص استقبال گرفته می شد در دوران صاحب استقلالی رکن و آیین های آن از نو احیا گردید و خلق تاجیک آن را با افتخار و سرفرازی تجلیل می نمایند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزاری چنین جشن های عموی با شکوه را که طی سالهای آخر در مملکت به حکم انعنه درآمده است نشانه اتحاد و سرجمعی و جانبداری ساکنان شرفمند از سیاست پیشگرفته راهبریت دولت و حکومت جمهوری ارزیابی نمودند. ضمن تماشای نمایشگاه محصولات کشاورزی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به نتیجه های فعالیت اهل زحمت و دستاوردهای بزرگ مهنتی آنها بهای بلند داده رشد ساحه کشاورزی را عامل مهمی تامین کننده امنیت آذوقه‌واری ارزیابی کردند. در اساس دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دایر به افزایش دادن حجم استحصال میوه و صادرات آن به خارج مملکت در خواجگی های باغپروری ولایت سال سپری شده ایلاوتن 657 گکتر باغ تاگزار نو بنیاد کرده شده است و حجم استحصالات سال تا سال زیاد کرده می شود. دوام یک سال آخر در حدود ولایت 207 گکتر باغهای اینتنسیوی بنیاد گردیده است که این قدم استوار در سمت رشد ساحه باغپروری و استحصال میوه از لحاظ اکولوژی تازه و طبیعی در مملکت می باشد. در نمایشگاه از جانب کارمندان اتفاق جمعیت های مطلوبات نمایش محصولات نانی تشکیل گردیده کارخانه های خوراکواری ولایت نوهای گوناگون شیرینی ها را به معرض گذاشتند. در نمایشگاه ایدانه از جانب اسوسیاسیون زمرپروران ولایت سوخت اصل خوش‌صفت طبیعی پیشنهاد گردید. به اطلاع مسئولان با در نظر داشت زیاد بودن طلبات اهالی به اصل همساله در خواجگی های زنبور اصل پروری اویله های زنبور زیاد و حجم استحصال نیز به مراتب بالا برده می شود. ضمن صحبت با زنبور پروران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستور دادند که با وارد کردن ذات های سرحاصل زنبور اصل اویله های آن را افزایش داده استحصال اصل را هم برای صادرات و هم برای تامین بازار داخلی بیشتر نمایند. باقیده زنبور پروران با تطبیق برنامه های دولتی و در همین زمینه مقرر نمودن امتیازها برای فعالیت پرسمر شماره اویله های زنبور و استحصال اصل از جهت اکولوژی تازه که امروز در بازار داخل و خارج طلبات به آن بیشتر است زیاد گردیده. در ناحیه های کوهستان مردم به این شغل منفعت آور بیشتر مشغول می شوند. سرور دولت محترم امام علی رحمان از فراوانی محصولات اصل، تربوز و خربوزه، انگور، پمیدار و دیگر نوهای میوه و سبزوات و پالیزی و لوبیاگی ها که اکثرا محصولات صادراتی می باشند اظهار قناعتمندی نموده
تاکید داشتند که استحصال چنین محصولات و کارکرد آن در کارخانه های صنعتی باید افزون گردد و از این حساب اقتدار صادراتی جمهوری تاجیکستان بالا برداشته شود. خواجگی های تخم پروری، اینستیتوت زراعتکاری، اکادمی علم های کشاورزی و کارخانه واحد دولتی تخمی های تاجیکستان در ولایت سوخت در جشن صدا نوهای گوناگون تخمی را به نمایش گذاشتند. مسلم است که نوهای تخمی محلی که با اقلیم مطابقند حاصلخیزیشان بلند است. استفاده وسیع تخمی با صفت وطنی و رعایت قاعده های اگرتکنیکی در وقت کشت و پرورش محصولات کشاورزی با آن باعث می‌گردد که خواجگی های دهقانی حاصل دلخواه آینده در برابر تامین بازار استعماری درآمد خوبی اقتصادی به دست آورند. در گوشه دیگر نمایشگاه کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت سوخت نعمت‌های طبیعی را معرفی نمودند. مؤسسه مذکور در برابر حفظ عالم حیوانات و نباتات با جمع آوری و کارکرد گل و گیاه‌های شفابخش و میوه‌جات کوهسار مشغول می‌باشند و امروز دستاوردهای خود را به معرض گذاشتند. نامگوی زیاد نهالی درختان آرایشی همیشه سبز از طرف ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت معرفی کرده شد. سرور دولت ضمن شناسایی با تجربه و فعالیت ثمره‌بخش اهل زحمت ولایت احسن گفته، اشتراک آنها را در جشن صدا برای رشد مینبعده بخش‌های گوناگون ساحه کشاورزی مهم ارزیابی نمودند. بندشه سرور دولت محترم امام علی رحمان تنها با مهنت حلال و فداکارانه و اجرای اقدام‌های با برابری حکومت جمهوری ما می‌توانیم با تطبیق یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تامین امنیت آذوقه‌واری برسیم و با این واسطه سطح زندگی مردم را بهتر نماییم. کشاورزان صاحب تجربه ولایت سوخت ضمن صحبت‌های صمیمی با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که با شرافت مسئولیت و توصیه‌های سودمند راهبری عاقل و غمخور بابت استفاده با ثمر هر قطعه از زمین خصوصا زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی سطح و صفت زندگی ساکنان به مراتب بهتر شده، در آیله‌ها به مقدار ضروری محصولات غذایی ذخیره کرده می‌شود. در جشن صدای امساله که در صحن چایخانه مؤسسه دولتی قصر ارباب با شکوه و شهامت بلند تجلی گردید، نمایش تکنیکا و تجهیزات کشاورزی تشکیل کرده شد. جشن صدا برای خواجگیداران ناحیه‌های شهرستان و دیوشتیچ ولایت سوخت خاطرمان و فراموش نشونده باقی میماند، زیرا ده ها عدد تکنیکای نو و زمانوی کشاورزی از طرف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آنها تحفه کرده شد. نمایندگان فیلیال سوغدی اینستیتوت باغداری و سبزواتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان با شکل دراری درست نهال درختان میوه‌دهنده را نمایش دادند. نهال ده ها نمود درخت حاصل ده که اکثر آنها نوهای محلی می باشند به معرض گذاشته شد. جشن صدا واقعا به عید حقیقی کشاورزان، دهقانان و در مجموع اهل زحمت تبدیل یافت. آشپزان ماهر و کدبانوان از شهر و ناحیه های ولایت سوخت هنر والای خود را معرفی کرده، در دکهای بزرگ حجم یک تن آش پلو و یک تن حلوا آماده کرده پیشنهاد نمودند. برای شادی و فرح اشتراکداران گروهی هنرمندان خوش‌سلیقه ولایت نمایش تئاتری کنونیده شده را با افتخار جشن صدا پیشنهاد حاضرین گردانیدند. صحنه های جالب و دیدنی از روزگار نیاگان ما با مقصد تجلیل این جشن نور و گرمی در سطح بلند تهیه و پیشنهاد شد که دلیل واقعی عید قدیمه و تاریخی بودن صدا را بازگو میکرد. در دایره سالهای رشد ده ها سیاحی و هنرهای مردمی و با افتخار جشن صدا، هنرمندان چیردست و صاحب ذوق 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت محصول دسترنج خود را به نمایش گذاشته، در گوشه های علاهیده دستاوردهای مهنتی خود را به طور شایسته معرفی کردند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از اشتراک آنها در جشن باشکوه صدا اظهار قناعتمندی نمودند. سرور دولت جهتی دستگیری هنرمندان و رشد و رونق بیشتر هنرهای مردمی با مسئولان دستور دادند که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه ها بنیاد کارگاه و گوشه های فروش ارمغان و نمونه ها از هنرهای مردمی را تأسیس داده برای فعالیت وسیع هنرمندان شرایط ضروری فراهم آورند. هدف از راه اندازی این اقدام تشویق و ترغیب فرهنگ روزگارداری، احیا و رشد عنعنه و سنت های مردمی می باشد.
در جشن صدا کشاورزان ولایت سوخت محصولات گوناگون کشاورزی از جمله زراعت‌های غلدانگی، سبزوات و پالیزی، هفت نوع کارتوشکای محلی، نهال درختان آرایشی و سایه افکن را به نمایش گذاشته، با افتخار و سرفرازی این ایدین یاگان را در سطح بلند تجلیل نمودند. واقعاً جشن صدا روز ارزگذاری و عزت و احترام نهادن به نور و گرمی، رو آوردن به روشنی، رمز مهر و محبت و دوستی و رفاقت می باشد که از جانب مردم شرفمند تاجیک با رعایت تمام سنت و عنعنه های خاص اجرا می گردد.